عبدالناصر همتی در سال 1337 در کبودر آهنگ زاده شد. او دانش آموخته دکترای اقتصاد از دانشگاه تهران است و فعالیت خود را در این نظام از سال 1359 در صدا و سیما آغاز کرد. او تا سال 1368 به عنوان مدیر کل خبر فعالیت کرد و از 68 تا 73 معاون سیاسی سازمان صدا و سیما بود. همتی در دوران جنگ ایران و عراق از مسئولین تبلیغات جنگ بود و در زمینه تحریف اخبار و ارائه گزارش‌های خلاف واقع آموزش دید. از سال‌های 73 تا 85 به مدت 12 سال ریاست بیمه مرکزی جمهوری اسلامی را بر عهده داشت و از سال 1385 تا سال 92 به مدت 7 سال مدیر عامل بانک سینا و از 92 تا 95 نیز مدیر عامل بانک ملی ایران بود. او در زمان حسن روحانی به مدت 5 سال عضو کمیته اقتصادی شورای امنیت ملی بود و بدین وسیله با بازوهای کلان اقتصادی و زمینه‌های مالی پنهان آنها آشنا شد. همتی از معدود مدیران ایرانی است که در دولت‌های پنجم و ششم، هفتم و هشتم، نهم و دهم، همچنین یازدهم و دوازدهم سمت‌های کلیدی را بر عهده داشته است. همین مسئله نشان می‌دهد که او توانسته در روابطش با حلقه قدرت فراجناحی عمل کرده و مقاصد سودجویانه خود را با موفقیت پیش ببرد. او که در گردش مالی بانک‌های کشور دخیل بود، به تمامی راه‌های پولشویی و فرار مالیاتی اشراف داشت و در این زمینه خدمات بسیاری را به سپاه پاسداران ارائه داد. همتی سفیر تام الاختیار ایران در چین شد. در این دوره آموزش‌های لازم را در مورد دور زدن تحریم‌ها، روش‌های اقتصادی شبه کمونیستی و روابط مالی نامشروع فرا گرفت. عبدالناصر همتی در مرداد 1397 توسط حسن روحانی به سمت مدیر کل بانک مرکزی منصوب شد. دوره حضور او در این نهاد کلان اقتصادی با انواع روش‌های نامعمول اقتصادی همراه بوده است. او توانست اقتصاد بیمار ایران را به پرتگاه سقوط بکشاند. افزایش شدید نرخ ارزهای خارجی و افت بی سابقه ارزش پول ملی از جمله دستاوردهای او در این سمت بودند. توانایی مدیریتی او شامل ارائه اطلاعات دروغ، کنترل بحران‌های خودساخته و دستکاری در بازار ارز به جهت کسب سود از جیب مردم می‌شود. او زاییده سیستم بیماری است که اقتصاد را متعلق به چهار پایان می‌داند.